سلام، بر ساعت خبر از یک خوش آمدید. 16 تن در نتیجه انفجار کولی ساعت 8 صبح امروز در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار روی داد زخمی شدند. همایون زهیر رئیس شفاخانه ننگرهار به تلویزیون یک گفت که چند تن از زخمی های این رویداد را کودکان و بانوان تشکیل می دهند. به گفته رئیس شفاخانه ننگرهار عبدالقیوم سرانوال مرافع ننگرهار و چند نگهبان وی در میان زخمی های این رویداد قرار دارند. مسئولان امنیتی تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. از اثر بارش باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت ننگرهار 17 تن جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شدند. دفتر رسانه‌های این ولایت با نشر خبرنامه می‌نویسد که در میان افراد کشته شده بانوان و کودکان نیز شاملند. در ولسوالی سروبی کابل نیز سرازیر شدن سیلاب جان بیش از 30 تن را گرفت و 10 تن دیگر را زخمی کرد. افزون بر این خسارات گسترده نیز به برخی باشنده های این ولسوالی وارد شده است. رئیس جمهور کرزی به نهادهای مربوط هدایت داده است تا به خانواده های آسیب دیده هر چیز زودتر کمک شود. حکومت افغانستان امیدوار است تا امریکا شرایطش را در امضای موافقتنامه امنیتی درک کند. معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که شرایط افغانستان چیزی است که مردم افغانستان آن را میخواهد و تامین کننده منافع ملی است، اما به باور کارشناسان امریکا نگران است که اگر این موافقتنامه امضا نشود ممکن حکومت آینده به توافقات پیشین میان کابل و واشنگتن اهمیت ندهد و زمین رو میخواهد این موافقتنامه تا پیش از انتخابات امضا شود. جدل بر سر امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تقریبا شبیه جنگ سرد میان دو حکومت شده است. هر قدر زمان میگذرد تنش‌های بیشتری که میان کابل و واشنگتن وجود دارد افشا می‌گردد. چند روزی است که مقام‌های آمریکا خیلی جدی و عصبانی به نظر می‌رسند و اصرار دارند که موافقتنامه امنیتی میان دو کشور تا یکی دو ماه دیگر امضا شود. روز گذشته نماینده ارشد آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفت نگران است که از این موافقتنامه به نفع انتخابات سوء استفاده شود، اما حکومت افغانستان می‌گوید تا زمانی که آمریکا شرایط کابل را نپذیرد این موافقتنامه امضا نمی‌شود. افغانستان را میخواید، یعنی اینکه نیروهایشان بکنی واقعی تقویت شود، اقتصادشان بکنی واقعی تقویت شود، کشورشان و نیروهایشان این توانایی را پیدا بکنند که از خود دفاع بکنند و همچنان این توافقها باعث تقویت افغانستان شود، صلح و ثبات در افغانستان تامین شود. اینا از شرایط اساسی است و اگر این شرایط برآورده نشود مسئولیت این توافقنامه چه خواهد بود و ما امیدوار هستیم که آمریکا این شرایط مردم افغانستان را درک کند. به نظر می رسد حکومت افغانستان از آینده امنیت افغانستان نگران است. همین نگرانی و نگرانی قطع کمک های مالی امریکا است که می خواهد با ذکر آن در این قطعنامه آن را تضمین کند، اما آنچه معلوم است لجبازی های ارگنیشنان کابل کاخ سفید را نیز نگران کرده است. کارشناسان افغانستان نگرانی های امریکا را ناشی از آن می دانند که ممکن است حکومت بعدی افغانستان با توافقات پیشتری که صورت گرفته است عمل نکند و این موافقتنامه پس از انتخابات به امضا نرسد. نگرانی آمریکایی‌ها به دلیل از این هست که میگن که اگر این گپ در پان پیدا میکنه پیش از 2014 یعنی پیش از انتخابات، معنی از این داره که اونا همو کارهای بعدیشانه که در انتخابات افغانستان و ما بعد انتخابات افغانستان اونا هم باعث یک کشوری که این مسائلی نیست که پیش بین نباشن، ارزیابی‌های خود دارن که کارهای بعدیشانه شکل بدن. اونا ظاهراً مشکل دو کشور جدی است. حکومت افغانستان می‌خواهد مطمئن شود در صورتی که پس از این پاکستان و یا هر کشور دیگری بر افغانستان تعرض نظامی می‌کند، آمریکا از افغانستان پشتیبانی کند و همینطور موارد دیگر مانند کمک‌های مالی آمریکا و تجهیز سربازان افغانستان با جنگ افزارهای پیشرفته، چیزی که کاخ سفید تا هنوز با آنها راضی نشده است. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان سپاس.